همراه میشیم با امید معماریان، روزنامه‌نگار که از دیترویت با ما همراه هستند. متشکرم جناب معماریان از حضورتون در برنامه. این آماری که در متن خبر اشاره شد، مشخصا من اشاره داشته باشم که به گزارش همین سازمان گزارشگران بدون مرز، رتبه ایران در سرکوب آزادی بیان و رسانه از بین 180 کشور در جهان 174 هست. چطور ارزیابی میکنین شما؟ کاملا همینطور هست. ببینید، علارغم این که به هر حال جمهوری اسلامی تمام مجاری مختلف رو برای خبرنگاران مسدود کرده، سانسور شدیدی وجود داره، اقتصاد رسانه‌ها بسیار ضعیف هست، رسانه‌هایی که فعال هستن و امکانات دارن، رسانه‌هایی هستن که وابسته هستن به نهادهای امنیتی، نهادهای دولتی، نهادهای حکومتی، ولی همچنان با خبرنگاران مستقل، با کسانی که سعی میکنن که در حوزه‌های مختلف صدای مردم رو به هر حال منعکس بکنن، مشکل داره. یعنی به هر حال هیچ جوره صدایی که غیر از صدای کسانی باشه که از داخل حکومت میاد بیرون، اون صدا رو تحمل نمیکنه. و الان میبینیم که مثلا در طی ماهای گذشته، همونطور که شما بهش اشاره کردین، سازمان گزارشگران بدون مرز بهش اشاره کرده، بیشتر از 70 خبرنگار بازداشت شدن. برخی از این خبرنگار مثل خانم نیلوفر حامدی بیش از 200 روز هستش که در زندان هستن، یعنی اساسا به خاطر چند تا خبری که در همون روزهایی که پس از کشته شدن مهسا امینی به هر حال اینا منتشر کرده بودن، از اون موقع تا حالا در زندان هستن و با اتهامهای واهی متفاوتی هم مواجه هستن. در واقع یه قسمتی از این ماجرا این هستش که به هر حال حکومت نمیتونه که تحمل بکنه اینکه این چنین خبررسانی، گزارش نویسی انجام بشه. از این طرف دیگه به هر حال میخواد به جمع دیگه از خبرنگاران این پیام رو بده که به هر حال چنین فعالیتی در این فضای داخل ایران میتونه که عواقب سنگینی داشته باشه. جناب معماریان، به اهداف و حکومت اشاره کردین، ارزیابی کنید که چقدر موفق بوده این سیاست ها، چقدر تونستن اون صدای اعتراضات و اون صدای مخالفین رو سرکوب کنن؟ به نظر من اساسا این روش برخورد جمهوری اسلامی نشان دهنده فقدان خلاقیت در مقامات جمهوری اسلامی است، فقدان تفکر هست و تکرار کردن یک روش به اشکال مختلف در طی 4 دهه گذشته است، در حالی که جامعه ایرانی به هر حال بسیار متحول شده، تغییر کرده، جامعه جهانی تغییر کرده، ابزارهای ارتباطی تغییر کرده، از اینترنت گرفته شبکه‌های اجتماعی، الان به هر حال نحوه‌ای که خبر تولید میشه، نحوه‌ای که خبر پخش میشه، نحوه‌ای که به هر حال پیرامون یک خبر تحلیل ایجاد میشه، در موردش صحبت میشه و به هر حال میچرخه این خبر بین مردم، کاملا با دهه اول انقلاب و دهه دوم و سوم و اینا به هر حال خیلی تفاوت میکنه. برای این جمهوری اسلامی از همون اول یک روشی رو استفاده میکرده که با بزن و بگیر و ببند و زندان کردن و ارعاب و ایجاد رعب و وحشت و اینها بوده و همچنان از اون روش استفاده میکنه و قطعا تاثیرگذار نبوده. خود خبر زندانی شدن این خبرنگار به نظر من خودش در عرصه جهانی باعث بدنامی جمهوری اسلامی میشه. جمهوری اسلامی رو در رده‌بندی های جهانی مرتبط با آزادی بیان میبره، در قعر جدول قرار میده و خودش گویای فضای سیاسی و به هر حال اجتماعی داخل ایران هست. برای من خود دستگیری این خبرنگار به نظر من صدمه سیاسی و اعتباری که به جمهوری اسلامی میزنه همواره خیلی زیاد بوده و همچنان الان زیاد هست و از این جهت میتونم بگم که نه تنها توفیقی نداشته، ما میبینیم همچنان با تمام این مشکلات که برای خبرنگارا ایجاد میکنن، بسیاری از بچهای نسل جوان به این شغل رو میارن و امیدشون هستش که از این طریق بتونن که مردم خودشون خدمت بکنن. برای من از این جهت میتونم بگم از هر زاویه شما به این مسئله نگاه بکنین، یک خسارت تمام عیار هست، ولی به هر حال جمهوری اسلامی در حوزه‌های دیگه هم همین کارو انجام میده. یعنی بر تکرار کار اشتباه به هر حال اصرار میکنه و این مسئله در حوزه روزنامه‌نگاری مواجه است.